بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم خدمت هر یک شما عزیزان. دوستان عزیز، دکتر پوجا یک دختر خانم بسیار فهمیده از آقای نایک سوال بسیار جالبی میپرسد. این دختر خانم سوال خود را قسم مطرح میکنه، میگه که زمانی که قرآن مجید بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد در کشور عربی بود، آیا تنها قرآن مجید به مردم عرب ها نازل شده است؟ یعنی خداوند متعال فقط خوبی های عرب ها را میخواست بس؟ دختر خانم میگه زمانی که قرآن مجید بالای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کوشش و تلاش میکرد تا اینکه مردم را بر راه دین و بر راه راست هدایت کند، او زمان مردم دنیا، یعنی سراسر دنیا، مردمشان مصروف چی بودند؟ کدام مذهب را تعقیب میکردند و فالو میکردند؟ دختر خانم میگه از نزول قرآن مجید چندین صد سال گذشته، اما باز هم در بعض کشورها در قریجات هنوز دسترسی ندارد مردم به قرآن مجید. در این راه بیش سیاه خود را سفید کردیم. اشهدو الله ویت آنیز مبتلا به شرک هستم. در تاجیکستان بر سر I'm giving you a chance to speak, sister, speak. دکتر صاحب زاکر نایک میگه خواهر ما دکتر پوجا سوال بسیار خوبی کردند و یگانه غلط فهمی که به اون رخ داده ای است که قرآن مجید به یک تعداد مردم عرب و به مسلمان ها نازل شده فقط، یک غلط فهمی است. دکتر صاحب زاکر نایک با مرجع چند آیاتی از قرآن گفت که قرآن مجید به تمام بشریت نازل شده است. بقره چپ نمبر 2 ورس نمبر 95 اند سوره زمر چپ نمبر 39 ورس نمبر 41 دی قرآن واز سنت فور دی هول اف هیومانیٹی. Time is short, therefore I'm only giving references, not the quotations. So Quran was not sent only for the Muslims and the Arabs. The Quran was sent for the whole of humanity. And Prophet Muhammad... Dr. Sahib Zakir Naik میگه و همچنان محمد صلی الله علیه و سلم فقط به مسلمان ها نه، بلکه بر تمام بشریت، بر تمام مذاهب مختلف برای رهنمایی اونا تعیین شده بود. خداوند متعال در قرآن مجید در سوره انبیا به صراحت ارشاد میفرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ترجمه و نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای هر دو جهان رحمت است و رحمت للعالمین است. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که در قرآن مجید در سوره سبا همچنان آمده است که نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای تمام جهان و برای هر دوره است و از شما بیشترتان این موضوع را نمیفهمید. دکتر صاحب زاکر نایک میگه حصه بعدی از این آیت قرآن مجید ای است که بیشتر مردم ای را نمیفهمند و ای را قبول ندارد که نبی کریم صلی الله علیه و سلم برای تمام بشریت است و دقیقاً همین مسئله است و سوال شما هم به همین خاطر بود که شما بیشتر معلومات ندارید و نمیفهمید. دکتر صاحب زاکر نایک میگه چرا من این کارا میکنم و مثل ما هزارها عالمان برجسته دین اسلام در سراسر جهان این کارا میکنند؟ به خاطری که مردمی که نمیفهمند اونا را بفهماند و از روشنی دین اسلام اونا را آگاه بسازند. دکتر صاحب زاکر نایک در حالت پاسخ دادن بود که دختر خانم گپش قطع میکنه و میگه که اگر تمام مردم دنیا، مثلا اگر مردم هندو هستند بت پرستی رها کنند و مردم عیسوی هستند عیسویت را رها بکنند، فقط یک خدا را اونا عبادت بکنند، آیا خداوند متعال اونا را میبخشه؟ آیا عبادت اونا را قبول میکنه؟ Yes, sir. It's a very good question. That if the Hindus believe in one God, do not believe in idol, do not believe in images, do not believe in statues, on the day of judgment, won't we be Muslims? Correct. You are following part of Islam. Correct. If you read the Hindu scriptures further, the Hindu scriptures say there is another messenger to come. آقای نایک میگه که برای آمدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر در کتاب‌های مختلف هندوها آمده است که یک به یک اونا را آقای نایک برش نام میگیرد. پروفیسایز این بھویشیا پورانا پرو 3 خند 3 ادھیای 3 شلوکا 5 تو 8 ہی از پروفیسایز این بھویشیا پورانا پرو 3 خند 3 ادھیای 3 شلوکا 10 تو 27 ہی از پروفیسایز این دی اتھروا وید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 6 اتھروا وید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 7. He is prophesied in several places. He is mentioned by name no less than 100 times as Muhammad in the Hindu scriptures. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که در اسکریپت هندوها، در کتاب‌های هندوها نام محمد صلی الله علیه و سلم
بیشتر از صدها بار آمده و این در کتاب های مشهور هندوها آمده، مثلا در کلکی پرانا که یک کتاب مشهور هندویزم است در او همچنان آمده. دکتر صاحب زاکر نایک میگه در بیشتر کتاب های هندویزم به کلمه دیگر آمده و هدفش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. یک نام را دکتر صاحب زاکر نایک میگه که در کلکی پرانا است که او معادل به عبدالله است، یعنی پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است و دقیقاً که از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یاد شده است. و آقای نایک میگه که در یک حصه‌اش از سمتی همچنان یاد شده است که اگر این کلمه هندی را به کلمه عربی ترجمه بکنیم به معنای آمنه است. و دوستان عزیز، ایره خو همه ما میفهمیم که آمنه مادر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. That means peace and serenity, which is Amina in Arabic, which was the name of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This person would be born on the 12th day of Madhav, the 12th Rabi Awal, that is the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam born. He will have four companions, and we know the first was Khulafa Rashidin. It says that he will be born in a place which is peaceful, in Makkah. آقای نایک همچنان در مورد ربیع الاول میگه که در کتاب هندوها ذکر شده است که پیدایش حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است. دوستان عزیز، آقای نایک اینقدر مرجع داد و اینقدر واضح و روشن این موضوع را بیان کرد که دختر خانم اصلا حیران ماند. آقای نایک میگه تمام این مراجع را که من یادآور شدم، ای از اسکریپت هندوها است، در کتاب مذهبی هندوها آمده است، ای که در اسلام آمده است او موضوع جداگانه است. دوستان عزیز، آقای نایک میگه که در اسکریپت خود هندوها آمده که باید یک خدا را پرستش بکند و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را آخری پیامبر بدانند. بنابراین چرا این کار را نمی کنند؟ باید این کار را بکنند. و وقتی که اگر این کار را بکنند، بت پرستی، چوب پرستی، سنگ پرستی، این چیزها را رها بکنند و یک خدا را عبادت بکنند و آخرین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را بدانند، ان شاء الله خداوند متعال اونها را می بخشد. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که نام شما چی است ببخشید؟ دکتر خانم میگه که پوجا. دکتر صاحب زاکر نایک میگه که نام شما هر چیز ولو اگر باشد، اگر شما به یک خداوند باور داشته باشید و آخرین پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را حساب بکنید، بران در روز محشر خداوند متعال شما را همراه مسلمان ها حشر میکند، یعنی در جمله مسلمان ها شما حساب میشوید. آقای نایک میگه اگر نام شما مثلا پوجا است و خودتان را هندو بدانید، بنابراین شما در جمله مسلمان ها حساب میشوید در روز محشر، به خاطری که به یک خدا باور دارید و آخرین پیامبر را هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میدانید. دوستان عزیز، نظر شما در این رابطه چی است؟ حتما در قسمت کامنت نظریات سالمتان را بنویسید. ویدیوهای ما را لایک کنید و اگر تازه به کانال ما سر زدید، حتما کانال رساین فرا سابسکرایب بکنید. تا دیدار بعد، الله متعال حافظ و نگهدار همه ما باشد.